روری گلشین نوازنده آهنگساز و فیلمساز ایرلندی که روی سازهای موسیقی در فرهنگهای مختلف مطالعه میکنه. او زمستان سال گذشته به ایران سفر کرده بود تا با سازهای ضربی ایرانی آشنا بشه. روری 2 هفته در ایران بود و در حال حاضر مشغول ساخت یک مستند درباره سفرش به تهران، اصفهان و شیرازه. پیشتر با روری گلشین نوازنده آهنگساز و فیلمساز ایرلندی گفتگو کردم و ابتدا از او خواستم درباره سفرش به ایران بیشتر به ما بگه. Thank you for having me. خیلی ممنون از اینکه من دعوت کردین. من ژانویه امسال رفتم به تهران که این مستند رو بسازم درباره تبال‌ها یا درامرهای ایرانی و ایدش از این درامرها یا تبزنهای باور نکردنی به من رسید که ساز باستانی تنبک رو میزنن و این مستند راجب سفر من هست به ایران برای اینکه این نوازنده های مخفی رو آشکار کنم. این نوازنده ها رو چطور باشون آشنا شدی؟ در ایران آیا سخت بود پیدا کردنشون؟ من یه شروع اشتیاق زیادی راجع به موسیقی ایرانی داشتم از مدت زیادی و دسترسی پیدا کردم به این موسیقی یه خورده سخت بود. رفتم روی اینترنت به ویژه شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، شبکه‌های اینچنینی، پلتفرم‌های اینچنینی و یکی سری نوازنده‌های بسیار بسیار ماهری رو پیدا کردم و اونها به من تنبک زدن رو یاد دادن، نشونم دادن و بعد از چند ماه تصمیم گرفتم که باید حتما برم ایران و این افراد باور نکردنی رو از نزدیک ملاقات کنم و داستانهای اونها رو بشنوم، موسیقی اونها رو یاد بگیرم و ببینم که ایران چه جوریه، شخصا ببینم از نزدیک. در ایران با چه چیزهایی مواجه شدی که انتظارش رو نداشتی؟ Well, I had very little preconception. من خب قبلش پیشداوری ها و اطلاعات قبلی خیلی کمی داشتم راجع به محیط ایران. نمیدونستم واقعا انتظار چه چیزی رو داشته باشم، ولی فکر میکنم چیزی که واقعا خیلی منو شگفت زده کرد مهمون نوازی اونها بود، سخاوتمندی مردم بود و توانایی های موسیقیدان ها و نوازنده ها واقعا باور نکردنی بود، خیلی عالی بود. بعضی از با استعدادترین نوازنده های سازهای کوبه ای، سازهای ضربی رو ملاقات کردم، بنابراین خیلی باعث خوشبختی من بود که با اونها کار کنم و مستند بکنم کار اونها رو، زندگی های اونها رو و داستانشون رو. و کار موسیقیدان های جوان ایرانی در مقایسه با دیگر کشورها چه تفاوتی داره؟ Well, the traditional music of Iran, موسیقی سنتی ایران یکی از تاریخی ترین و قدیمی ترین موسیقی های جهان هست، بیش از 3000 سال سابقه داره. بنابراین فکر می کنم که این که تا این حد قدیمی هست و تاریخی هست و اینقدر غنی هست از این نظر، خیلی اون رو متمایز میکنه از خیلی از سنت های موسیقی دیگر، موسیقی های فولکلور و کلاسیک کشورهای دیگر، اینکه اینقدر قدیمی و باستانی است. حاصل این سفر قراره یه فیلم بشه. این فیلم به چه منظوری داره ساخته میشه و قرار هست که از دل این فیلم چه اتفاقی بیفته برای اون کسانی که ملاقات شده در ایران؟ آیا به اونها هم چیزی دریافت میکنن از این فیلم؟ Yes. بله. My hope. امید من و آرزوی من برای این مستند این هست که به این جوانهای موسیقیدان و نوازنده بسیار بسیار عالی در ایران یک مخاطب جهانی بدم و این واقعا امید من و آرزوی من برای این فیلمه که این موسیقی غنی و این فرهنگ عالی رو و این سخاوتمندی رو بتونم نشون بدم که چطور من رو ازم استقبال کردن، به من خوش آمد گفتن، این فرهنگ باور نکردنی و این واقعا دیدگاهیه که من برای این فیلم دارم و در حال حاضر در یک مقطعی هستیم که داریم از کراود فاندینگ استفاده میکنیم برای تامین بودجه تولید این مستند تا این رو به یک واقعیت نزدیک کنیم، تبدیلش کنیم به واقعیت. بنابراین هنوز مسیر طولانی پیش روی ما هست، اما من خیلی امیدوارم که بتونیم این فرصت داشته باشیم که در نهایت این موسیقیدان‌های باور نکردنی رو به همه نشون بدم. روری گلشین، خیلی ممنونم از حضور شما در این برنامه 60 دقیقه. در پایان این برنامه روری برای ما قطعه می‌نوازه با درام سنتی ایرلندی.